سلام، به سرویس خبری این ساعت از هزاره ورلد با من ریحان عرابی و همکارم فریده جویا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها: دو مهاجر افغان به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر آلمانی محاکمه می شوند. یک مرد افغان به اتهام طرح حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازداشت شد. طالبان یک جاسوس پاکستان را بازداشت کرده است. دو تن در پی تیراندازی پلیس پاکستان بر کاروان جنبش تحفظ پشتون‌ها کشته شده اند. وزارت خارجه آمریکا: طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسیم. و روایت هیلاری کلینتون از سقوط آمریکا به وعده‌هایش در قبال زنان افغانستان عمل نکرد. مشروع خبرها: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که دو جوان مهاجر افغان در شهر فرانکفورت با اتهام تجاوز جنسی به یک دختر نوجوان آلمانی محاکمه می‌شوند. و گزارش روزنامه بیل: این دو جوان با تجاوز جنسی به یک دختر 18 ساله آلمانی در ماه جون 2021 متهم شدند. روزنامه بیل روز سه‌شنبه هفته میزان گزارش داده که یک دختر نوجوان آلمانی به اسم سینا در ماه جون 2021 میلادی تنها چند روز پس از 18 سالگیش توسط دو نوجوان افغان به اسمهای سید سجاد 23 ساله و رامز 22 ساله در منطقه سوسنهایم شهر فرانکفورت مورد تجاوز قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، این دختر آلمانی ابتدا از طریق یک برنامه دوستیابی با رامز آشنا شده و سپس آنها همراه با سید سجاد برای نوشیدن الکل به یک دریاچه رفته بود. وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرده که پلیس این کشور یک مرد 27 ساله افغان را به اتهام برنامه‌ریزی حمله تروریستی در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بازداشت کرده است. فاکس نیوز روز سه‌شنبه هفدهم میزان گزارش داده که این مرد نصیر احمد توحیدی نام دارد و در ایالت اوکلاهاما آمریکا بازداشت شده است. کوین استیت، والی اوکلاهاما، گفته است که این یک نمونه قدرتمند از نحوه شریکسازی اطلاعات است که ما میان نهادهای امنیتی، محلی، ایالتی و فدرال اجرا کردیم. کسانی که به دنبال آسیب رساندن به ملت ما هستند، آزادی‌های ما را تهدید و شیوه زندگی ما را مختل می‌کنند، پاسخگو خواهند بود. منابع نزدیک به اداره طالبان اعترافات اجباری یک فرد را منتشر کرده که میگوید پاکستان برنامه داشت شماری از افغانها را به افغانستان بفرستد تا علیه اداره طالبان شورش کنند و فعالیت‌های خرابکارانه انجام دهند. در این ویدیو به نظر می‌رسد که فاروقی اعترافات اجباری مکتوب را در برابر کمره می‌خواند و افسران پاکستانی و نظامیان پیشین افغانستان را متهم به برنامه‌ریزی توطئه‌های خرابکارانه علیه طالبان می کند. زمان و شرایط ضبط این ویدیو مشخص نیست. فاروقی در این ویدیو از فرد مجهول الهویتی به نام سید رضا هاشمی یاد می کند که به دعوت او به اسلام آباد رفته و با کرنل های پاکستانی دیدار داشته است. او سید رضا هاشمی را رئیس جنبش نجات و عدالت خواهی افغانستان معرفی می کند. اطلاعاتی درباره سید رضا هاشمی و گروه او در اینترنت نیست و مشخص نیست که آیا این فرد واقعی است یا خیر. فاروقی مدعی است که جنرال های پاکستانی به او دستور دادند تا نیروهای سابق امنیتی و طالبان ناراضی را علیه حکومت طالبان بسیج کرده و شورش براه بیندازند. فاروقی همچنین ادعا می کند که سید رضا هاشمی یک طرح 8 صفحه‌ای را به کرنل های پاکستانی تحویل داده که شامل پیشنهاداتی برای ایجاد
مقررات یک دفتر مرکزی در اسلام آباد و قرارگاه نظامی در چترال بوده است. یکی از پیشنهادات دیگر باز کردن 3 مسیر از کنر، بدخشان و نورستان به افغانستان برای اجرای عملیات علیه طالبان بوده است. منابع میگویند که در پی تیراندازی پلیس پاکستان بر یک کاروان جنبش تحفظ پشتونها در وزیرستان جنوبی ایالت خیبر پختونخوا این کشور 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شده اند. منابع روز چهارشنبه 9 اکتبر به هزار ورد گفتند که این رویداد در منطقه وانه رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع، پلیس مانع پیوستن این کاروان به نشست جنبش تحفظ پشتون‌ها شده است. طبق اطلاعات، زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال شده اند. پلیس پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پیشتر منابع از تخریب خیمه این جنبش از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه جمرود خیبر خبر داده بودند. دولت پاکستان چند روز پیش فعالیت این جنبش را غیر قانونی اعلام کرده بود. انتظار می رود که نشست جنبش تحفظ پشتون‌ها زیر نام عدالت ملی جمعه آینده برگزار شود. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده بر شناسایی طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه میدهد. میلر روز سه‌شنبه هفته میزان در یک نشست خبری گفته است که اولویت آمریکا در قبال افغانستان این است که هرگز نتواند سکوی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده باشد. وی افزوده است مهمترین علاقه ما در مورد افغانستان این بوده و حد بود که این کشور هرگز نتواند سکوی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده باشد و ما همچنان در برابر هر گونه تهدید تروریستی که متوجه آمریکا و متحدانش باشد بسیار هوشیار خواهیم بود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در کتاب جدید خود جزئیات تراژیک وضعیت زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت را منتشر کرده و به عدم عمل به وعده‌هایش در قبال این زنان اعتراف کرده است. این کتاب که عمدتاً روایت شخصی او از سیاست، خانواده، ازدواج و حلقه دوستانش هست و تازگی با عنوان چیزی از دست رفته، چیزی به دست آمده در آمریکا منتشر شده است. هیلاری کلینتون که یکی از قدرتمندترین زنان در آمریکا به شمار می رود، در کتاب خود می نویسد که هیچ تغییری در رفتار طالبان با زنان نسبت به حاکمیت قبلی این گروه مشاهده نمی شود. او اشاره می کند که کمک هایش به زنان افغانستان در 3 سال گذشته جبران وعده های است که به نمایندگی از دولت آمریکا داده بود، اما نتوانسته است آنها را عملی کند. تشکر از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. الله حافظ و نگهدارتان.